به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای کانال جندال پلاس خوش آمدید. آرزومندیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. امرالله صالح کلمه باخت و استیلای بی برنامگی به اسم دیگر یک تیم مشخص تبدیل شده است. خودشان را مشناسند. این تیم هرگاه به خاطر پنهان کردن استراب و افسردگی باخت و یا به برنامگی های خیش باید یک جای را نشانه بگیرد و بر آن تاخت و تار نماید. ما نیز با مردم در تماس هستیم و هرگاه از آنها خواهش میکنیم که بگذارند کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را انجام دهد و از کوچک شدن مسئله دوری جویند، یعنی تقلید از تیم استراب و افسردگی نکنند. با یقین سال 2019 شباهت با سال 2014 ندارد. مردم از شنیدن گله و نمیدانم ها بسوتو آمدند و به تیم تصمیم و برنامه رأی دادند. کمیسیون مستقل انتخابات تعلق به تیم دولت ساز ندارد و در تعیین هر فرد آن تمام دسته های انتخاباتی نقش مساوی داشتند و در تعیین بخش های تخنیکی جناب رئیس صاحب اجرایه قدم به قدم و دقیقه به دقیقه و فرد به فرد سهم و نقش داشتند. استراب این تیم توجه گویی های بیشتر باعث اختشاش روانی برای هواداران خود نگردند. در آن تیم هر چیز است بغیر از ثبات و همگروی. یاهو. این در حال است که افراد مسلح تیم ثبات و همگروی یک بار دیگر برخ دفاتر کمیسیون انتخابات را بسته کردند. افراد مسلح تیم ثبات و همگروی یک بار دیگر برخ دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را، یعنی مراکز باشماری آرارا در شمال کشور، بسته کردند. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که این افراد کارمندان کمیسیون را به مرگ تهدید کردند و اجازه نمی دهند که به کارشان ادامه دهند. هواداران تیم ثبات و همگرایی در ولایت های قندوز، سمنگان و فاریاب دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در واکنش به باشماری آرا بسته کردند. همچنان دکتر عبدالله هشدار داد اگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز در تصمیمش تجدید نظر نکند، راه را برای گام‌های بعدی ما باز کرده است. نشست ها درباره از سرگیری روند باشماری آرا به نتیجه بودند. انتظار می رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به روز پنجشنبه پیش اعلان شود. اما با بن‌بستی که در این روند به میان آمده است، روشن نیست که این نتایج چی زمان همگانی خواهند شد. دسته انتخاباتی دکتر عبدالله می گوید که نشست های نمایندگان نامزدان معترض به این روند با کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون به هیچ نتیجه نرسیدند. چهار شنبه هفته پیش کمیسیون مستقل انتخابات روند با شماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را متوقف ساخت تا در این باره با دسته های انتخاباتی معترض به این روند گفتگو کنند. فریدون سخنگوی دسته انتخاباتی دکتر عبدالله گفت کمیسیون زیاد سر احتمالات بحث می کند. بجای این که پیشتر طرز عمل و قانون را عملی بکند، ما تمام موارد قانونی را در اختیارشان گذاشتیم و امیدوار بودیم که کمیسیون یک پاسخ قانع کننده را برای ما داشته باشد. اما اینها تا هنوز هم نتوانستند که قناعت های دسته های انتخاباتی که روند باشماری را به طویق انداخته بودند و اشتراک نکردند فراهم کنند. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که نگذارد روند قانونی انتخابات از یک دسته مشخص انتخاباتی به گروگان گرفته شود. نجیب دانش سخنگوی دسته انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت
درخواست ما از کمیسیون محترم انتخابات این است که برنامه های کاری خود را مطابق با تقویمشان پیش ببرند و نگذارند تا یک تیم مشخص یک روند کلان ملی مردم افغانستان را به گروگان بگیرد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید: ما امیدوار هستیم که به یک راه حل برسیم. راه های حلی که در چارچوب طرز العمل ها ما مطابقت داشته باشد. پیش از این 2,905,886 محلی که قرار بود در روز انتخابات ریاست جمهوری باز باشند، پیش از 2,656 محل در این روز باز گزارش شده است. دو گونه گزارش بایومتریکی و کاغذی از انتخابات در این محلات در دست هستند که اطلاعات بایومتریکی در حدود 2,482 محل و اطلاعات کاغذی در حدود 2,566 محل رایدهی میگیرد. دسته های انتخاباتی روی برگزاری بدور از مشکلات انتخابات در نزدیکی با 1,885 محل اتفاق در نظر دارند. دسته های انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در حدود 8,486 محل را ممشمول روند باشماری آرا کرده است. از این میان دسته های انتخاباتی توافق دارد که درباره 3,484 محل میان نتایج بایومتریکی و برگه های نتایج تفاوت های وجود دارد، اما درباره 4,563 محل دیگر جنجال اصلی میان این دسته ها را همین محل ها می سازند، زیرا 137,000 رای مورد اختلاف آنان از همین محل ها هستند. در کنار این 8,000 رای بیرون از زمان رایدهی، یعنی پیش از آغاز روند رایدهی و یا هم بعد از روند رایدهی استعمال شدند. بخش سیوم اختلاف بیان دسته های انتخاباتی را هم سرنوشت 7,422 دستگاه ها و یا کارت حافظه ناپدید شده می سازد که حد وسط آرای ثبت شده در آن در حدود 7,000 رای گفته می شوند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که درباره تمامی این آرا برگه های نتایج در دست هستند، اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که آرای بدون ثبت در دستگاه های شناخت بایومتریکی پذیرفتنی نیستند. انتظار می رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بر روز پنجشنبه پیش اعلان شود، اما بمبستی که در این روند به بیان آمده است روشن نیست که این نتایج چه زمان همگانی خواهند شد. در همین حال محمد عبدالله یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات چگونگی تأخیر در اعلان نتایج انتخابات را و نیز نقش نهادهای جهانی را در این روند به پرسش می گیرد. آقای عبدالله که امروز یعنی شنبه 25 اکرم در یک نشست خبری در کابل سخن میزد افزود: من حیث یک شریک انتخاباتی هماهنگ کننده کمک های کشورهای کمک کننده و اینجا پول مالیه دهندگان کشورهای اروپایی و امریکایی را خرج میکنند و مصرف میکنند، باید به مردم بگویند که چی جریان دارد، چرا نتایج به تاخیر افتاده، مشکل در کی است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز از دبیرخانه های این کمیسیون خواست تا آن کاران انتخاباتی که در جریان انتخاباتی تخطی و تخلف کردند روز سه شنبه همین هفته به کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی معرفی کنند. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفته است که این کارکران اجازه ندارند که در روند باشماری آرا حضور داشته باشند. انتظار می رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بر روز پنجشنبه اعلان شود، اما با بن‌بست که در این روند به میان آمده است روشن نیست که این نتایج چه زمانه
همگانی و اعلان خواهد شد. اما دسته های انتخاباتی محمد اشرف غنی تاکید دارند که باید زودتر اعلان نتایج صورت گیرد.